قربونتون برم استاد گلپا. الان دیگه سال 2022 هستیم و دهم بهمن ماه که سالگرد تولدتون هست، از سر تا سر دنیا مردم شروع کردن همینطور پیام شاد باش براتون میفرستن توی اینستاگرام، خصوصا هشتگ گلپا، هشتگ گلپا به فارسی، هشتگ گلپا به لاتین. همینطور هنرمندان عزیز، مردم نازنین، دوستدارانتون در سر تا سر دنیا شروع کردن و شادباش میگن به شما جشن زایشتون و جشن تولدتون و یک عمر با شما عشق کرده چند نسل استاد عزیز. یعنی وقتی که از بچه خردسال 8 ساله 7 ساله ما نمونه داریم تا بانوان و مردان دلیر سرزمین آریایی 100 ساله که با صدای گلپا هنوز دارن عشق میکنن، این شما یک افتخاری برای آواز ایرانی در جهان بوده و هستید. حنجره طلایی بی خود به شما لقب ندادن قربان، حنجره طلایی که هرگز کسی نتونست مثلش بخونه، هرچند شما شاگردان بسیاری داشتید. چون واقعا بغض دلم گرفته، یکی میگه من عاشق ایرانم. بله قربان، عاشق مردم، عشقم و اینا رو من هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. جوابتون رو باید به شعر میدن، تو میدونم اهل شعر و ادبیات و عشق و محبت هستین. قربونتون، من یه بخونم خیلی زیباست که خودم همیشه میخونم. چه میپرسی؟ چه میپرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم؟ بح بح. چه میپرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم؟ که مهر خاموشی بر لب، که مهر خاموشی بر لب ز بیم آبرو دارم، ز بیم آبرو دارم. واقعا میان خنده میگریم، میان خنده میگریم، میان گریه میخندم. چه میپرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم؟ که مهر خاموشی بر لب ز بیم آبرو دارم، میان گریه میخندم، میان خنده میگریم. این شعر همینطور آنن همین آن به فکرم رسید که من این معلومه اینقدر دوست داشتم و ازشون تشکر میکنم، به همه دوستانی که با دستگاه های پخش صدا لطف کردن و دوستان، و این من میدونم که اینا از عشق جدا نمیتونن بشن. درست میفهم، نمیخوام این ادامه شعر که این روزایی که شادی و فلان و از این حرف هاست یه ذره خدشدار باشی. بازم میگم چه میپرسی؟ چه میپرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم؟ در گلو دارم. امیدوارم همه تون سالم باشین. ایران ما عشق، محبت، دوستی تمام این مردان بزرگی که در هر جا پرواز کردن با عشق، با محبت. باور کن من ازت خودم رو نمیتونم نگه دارم، ولی من همیشه چون دنبال عشقم، دنبال دوستیم. بله اینه که بیشتر از این توقع از من نداشت روشی. من خیلی متشکرم. ببینین ما اصلا باید ببینیم برای چی زنده ایم، مثلا برای عشق، محبت، دوستی،
صمیمیت. ببینید وقتی که شما میرسید به یک بلبلی یا یک قناری صدای قشنگ، یا نه یه نقاشی مثل آقای فرشیان و و و این، ببین همه از عشق و دوستی و صمیمیت صحبت میکنه. درست. ما بیاییم از درد و غم و رنگ صحبت کنیم؟ نه، من هیچ وقت عشق و فدای هیچ چیزی نمی کنم، چون اصلا این یک چیزی تو خون ما، تو قلب ما، ما با عشق به دنیا آمدیم. شما ببینید همون دو سه روز اولی که ما به وجود میایم، چه سازی و چه کون حافظ، کون سعدی، ما اون میخوایم. ما نمیخوایم راجع به مار و عقرب صحبت کنیم، اونا عادتشونه، میگه نیش عقرب نظره کین است، اقتضای طبیعتش این است. بله بله، این تاریخ رو نمیشه فراموش کرد. حافظ ببینین، حافظ، ما با حافظ اومدیم. خود من وقتی اومدم به برنامه گلهای جاویدان با حافظ نورم آمدم، میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم. در خرابات مغان، در خرابات مغان نور خدا میبینم. وین عجب بین که چه نوری، وین عجب بین که چه نوری، ز کجا میبینم دادم آنید. نور خدا در خرابات مغان. مرسی، انشالله که همه تو سالم باشیم. همه، هر جای ایرانی باشه، من در اختیارش مجانی هستم. مرسی، دنیا رو قربونتون، دنیا رو رفتیم آقای گلپا با هم، فقط به عشق مردم رفتید شما، فراموش نمی‌کنیم. آقای گلپا فراموش نمی‌کنیم، یادتونه کنار رود سن قدم می‌زدیم و شما شروع کردین به خوندن، تا چه چه زدین. این واقعا مهر یزدان بزرگ و اهورامزدا بود. افسوس اون روز ما تلفن دستیمون نداشتیم و اینا. تاش گلپا شروع کرد به خوندن کنار رود سن، یهو پرنده ها بالای سر شما شروع کردن به آواز خوندن، چیک 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 کردن بالای سرتون. این واقعا اعجاز تاریخی است استاد اکبر گلپایگانی. این دیگه های یک ایرانیه، افتخار، واقعا افتخاری است برای همه ما که داریم همیشه لذت میبریم از این صدای اهورایی استاد اکبر گلپایگانی. شب و روزتون بخیر. میبوسمتون. خواهش میکنم که درودهای گرم منو به گلی جان عزیز برسونین. همه